هفتم خرداد 99 اینجا سپاه تروریستی اسلام شهره، جایی که صدها شهید آبان اینجا جونشون رو گذاشتن. همطور که می‌بینید دارن آماده سازی‌های حفاظتی رو برای مقابله با قیام انجام میدن به امید پیروزی. نفتی سفید آقا حاضر براش مرغوم به ضربه نیست که خالی کنه. بس سلام. تا 4 ماه ماشین ما خوابیده، رفتم به همه ارگانی هم اطلاع دادم، هیچ کس هم جواب گمه نبده. نمیدونم، نه دیگه ماشین داریم، نه روی برگشت به خونه داریم، نه پول داریم، هیچی. بابا نونی شب ندارن ایران انداخه. میدونی یا هم کارهای شما ایران انداخه یک به یک هم آبرو دارتر بیدن، ولی الانه به خاطر فقر مالی مجبورن دستشونو بر کسا ناکست راست کنن، تو دکون بقالی برن یه ماس نسیه کنن اگر بهشون بدن. کی میخواد جواب این مردم رو بده؟ هم میهنان عزیزم، میخواهم خبری را به گوش شما برسانم. استدعا میکنم هر کدامتون یک رسانه شوید و این پیام را به گوش ایرانیان عزیز برسانید. پیام دادخواهی ما: حاکمیت را ترسانده آنها نگران هستند، باید هم باشند. ترسشان را دیروز با بی‌حرمتی به پویا تایید کردند. دیروز به مزار پویای من رفتند و با بی‌حرمتی به او و برای تحریک احساسات مادر، خواهر و خانواده وارد عمل شدند. عمل به تخریب، سرکوب و تهدید، آن هم بر مزار پویا. چقدر این حاکمیت ان نصر به روب پست است. امروز نوبت بی حرمتی به پویا بود تا روزهای بعدی دیگر خانواده‌های داغ دیده را تهدید کنند، غافل از اینکه پیام دادخواهی ما ملی خواهد شد، چرا که رنگ همبستگی ما به علت خون ریخته شده فرزندانمان قوی تر از تیغ سرکوب و تهدید آنان است. بینم مساعده میکنید. آقا روستای امیرآباد کهنه، از دیروز همینطوری آب گلالود میاد. تصور کنید ما با این آب هر روزمون رو داریم میگذرونیم. بیشتر اولی مجبور شدن آب تصفیه کن ببندن. اوضاع خیلی خرابه، خیلی بخون باورشون نمیشه، ولی آب انگاباد کهن شهرستان بونزرگ. من میپرم. سلام، امرو 8/3/99 اینم کار شهرداری. ماشاءالله چوبا رو کنده، نه نوار خطری، نه علامت خطری، نه هیچی تا این تا. با
پشت سر کوچه شیدایی خیابون مسجد. نه نوار خطری نه هیچی. اینجا هم یه مسیریه که ماشین همیشه در حال رفت آمد بود و اینم پریدن شهر. اینم وضع آشغالای محله بود. بو کل محله برداشته. من نمیدونم شهرداری وقتی میخواد یه کاری رو انجام بده چرا از قبل کارهای دیگه شو اوکی نمیکنه. هیچیش با هم جور در نمیاد. ببین بیا این موتوری نگاه، نه علامت خطری نه هیچی. ببین بنده خدا رفت مستقیم اونجا. بیا اینم وضع آشغالای محلمون. خواهش میکنم به دست مسئولین برسه، شاید بتونن یه کاری کنن. اینم وضعیت فضای سبزمونه، آشغال فضای سبز. این مسئولین استان بوشهر حقیقت بود یکی به فکر اینا باشن. کل کویل تنگزد، درنگ، شاپ سرمت همه اصلا تشت میگیره. کلی پرنده، چرنده، حیوان، درخت همه نابود آوی. حمایت کنین خواهشم، کمک کنین. سلام خدمت همه. ازم به حضورتون اینجا جایگاه سوپرسانی تو تهران پایتخت. برای اتوبوس های گازسوز شرکت واحده. ملاحظه کنید تعداد اتوبوس هایی که تو نوبت هم و همینطور دارن اضافه میشن. تمام جایگاه خراب شده. خراب نیست، سوخت تحویل نمیدن به خاطر اینکه شهرداری کد پیمانکار رو نمیده و اذیتش رو ما باید بکشیم. ساعت ها تو آفتاب وایسیم توی گرما از کار زندگیمون بیفتیم که بتونیم نصف روز وقت بذاریم سوخت بزنیم، نصف روز هم کار کنیم. این شده حال روز کار کردن ما. چند تا جایگاه با هم دیگه سوخت دادن و رد کردن به همین راحتی. اوج بیکفایتی مسئولین شهرداری.